دوستان سلام به ویدیو من خوش اومدید من حساب خودم پور هستم بعد از مدت تونستم چالش ایجاد بکنم که با ویدیوهای نرم افزار فتوشاپ باز دو در خدمتتون باشم توی این ویدیو میخوام در رابطه با هوش مصنوعی یا همون ای, ای از نرم افزار فتوشاپ براتون صحبت بکنم و نزدیک به 6 ماه هستش که معرفی شده و تجربه کاری خودم از این بعد میخوام با ساده از هوش مصنوعی در اختیار شما قرار بدم جنرید قسمتی هستش که تو نرم افزار فتوشاپ به حال الان داره هی پیشرفت بکنه و هر روزم این کمپانی داره در مورد این بخشش های آپدیت های مختلفی میده اولش که معرفی شد یه توضیح خیلی کوتاه اولش که معرفی شد خب خیلی دوستان تفکرشون بر این مبنا بود که با استفاده از این تکنولوژی میتونن تصاویر رو تغییر بدن یا چیزی به تصویرشون اضافه بکنن بعد که با رفت جلوتر شکلش کاملا متفاوت شد و هاش کم کم دیگه داره مشخص میشه یکی از کاری که ما میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی نرم انجام بدیم ادیت کردن محصولات هست یعنی یک زمانی بود که برای از بین بردن یک سری قسمت ها توی ویرایش تصویر و اونی همون محصولاتمون مجبور بودیم از تکنیک های مختلف استفاده بکنیم اما این تکنولوژی اومده این کار برای ما خیلی ساده تر کرده که توی این ویدیو میخوایم با هم بررسی بکنیم و تو رفتار پروش ها بهتون نشون بدم که چیزی میتونیم خیلی خوشمندانه ازش استفاده بکنیم خیلی جالبه خوشمندانه از هوش مصنوعی باید استفاده بکنیم به این رفتار فتوشاپ زیاد یه طولانیش نمی‌کنم ببخشید ببین تو فتوشاپ من دو تا عکس دارم اینجا این عکسی که می‌بینید حالا کاری ندارم بهش که نوپردازی شده و پرسپکتیوش و اینا به هر محصولی هستش که کارفرما از ما خواسته که عکاسی بکنیم اما این چیزی که شما دارید می‌بینید و به این تمیزی اصلا در واقعیت اینجوری نبوده اصل عکس ما این هستش و کاملا می‌بینید که یک سری برچسب ها روی در در از محصول تصویر شده کارفرما گفته که اینا رو باید از بین ببریم برداریم و همینطور اگه نگاه کنید کوالیتی و کیفیت این پلاستیکی که حالا درست شده این محصول داخلش قرار گرفته خیلی پایین هستش و اصلا چیز جذابی نیستش برای اینکه بتونیم به عنوان یه محصول معرفیش بکن اما تو این عکس من تمام قسمت های این عکس رو با سواده از همین خوشم مصنوعی تمیزش کردم و کار خیلی ساده هستش فقط باید بدونیم که چجوری باید به نفسه و فوتوشاپ معرفیش بکنیم یکی از قسمت‌های خیلی مهم توی در از برخورد با ای آی این هستش که هوشمندانه برخورد بکنیم بدونیم که چه قسمتی و چه جوری باید به فتوشاپ معرفی بکنیم که فتوشاپ بتونه درست اونو از بین ببره یا یه چیزی بهش اضافه بکنه برمیگردیم به رفتار فتوشاپ اولین کاری که باید انجام بدم این هستش که این لیبلی که اینجا خورده رو از بین ببرم خب با از انتخاب یه سلکت خیلی معمولی من میتونم اینو به این شکل انتخابش بکنم به وقتی که این کار انجام دادم خب پنل بر من باز هستش اگه پنل براتون باز نبود دیگه اتمالا خودتون میدونید که از کجا باید پنل رو باز بکنید در این مجموعه ویندوز آخرین گزینه ای که اضافه شده پنل در از هوش مصنوعی رو همسور پوزش فعال بکنید خب آیکون بر من فعال هستش اگه روش کلیک بکنم نفسه به از من میخواد که یه تکسی براش بنویسم اما ما اینجا تو مرحله کردن هست کردن هستیم پس بنابراین نیازی نداره که به نفسه به یا همون ای دستور که مثلا فلان کارو برام انجام بده خودش به صورت اتوماتیک متوجه میشه اگر تکس رو یعنی جای تکس رو خالی بذارید خودش متوجه میشه که خب عملیات حذف کردن اتفاق میفته یا اضافه کردن بر مبنای تصویر یعنی هر دو تا حالت رو میتونه محاسبه بکنه خب جنریتور میزنم و نصب فتوشاپ شروع میکنه سریعا با استفاده از هوش مصنوعیش خوانش میکنه اطرافو و اون قسمت رو یا برای ما یه چیزی جایگزین میکنه یا حذف میکنه که معمولا تو همچین شرایطی بیشتر هضم میکنه اما یه نکته خیلی مهم داره که وقتی که این اتفاق بیفته میخوام بهتون نشون بدم الان عملیاتش کاملا تموم شد و زدینم بذارم اینجا و میبینید که اون قسمت کاملا برای ما هست بیاد که سه تا آیتم حالا در اختیار ما قرار میده که از هر سه تا اینا میتونیم استفاده بکنیم هر کدوم که مناسب بود و میتونیم بر خودمون داشته باشید یه نکته خیلی مهم که من ندیدم زیاد بهش اشاره بکنم این هستش که فتوشاپ اون قسمتی که شما انتخاب کردید و در نظر چجوری میتونیم اینو متوجه بشیم؟ من این لایه خاموش میکنم و مسک این قسمت هم خاموش میکنم اگه دقت بکنید دفتر خودشا به یک مستطیل به صورت پیش فرض برای خودش در نظر نه. حالا خیلی هم میگن این برمبنی سلیکت هستش در صورتی که نه همچی چیز نیز. یعنی میگن اگه اینجوری سلکت بکنید یا اینجوری سلیکت بکنید این بازی مربع میکنه درسته بر مبنای همون سری که مستطیل یا مربع رو ایجاد میکنه اما فتوشاپ داره از دیتای اطراف تصویر شما استفاده میکنه الان اگه دقت بکنید مثلا این قسمت بالا و این قسمت پایین حالا من چی بهتون نشون بدم بذار سلکتش این قسمت یا این قسمت این قسمت توی تصویر من هستش پس اینجا پوینت هایی هستن یا نقطه های خیلی مهمی هستن که نفسه فتوشاپ شناسایی کرده و بر مبنای اون اومده این باسازی انجام پس اگه میخوایم از آی استفاده بکنیم و به صورت خیلی حرفی و درست باید بدونیم که به چه شکل و چه جوری به افزار فتوشاپ نشونش بدیم که اونم بتونه خیلی دقیقتر و بهتر به گفتنی حالا حس کردن یا اضافه کردن به تصویر ما رو انجام بده که حالا خودش بر مبنای همون سلکتی که انجام دادیم ما یه مسک درست میکنه که اینجا الان دارید ماسک رو می‌بینید و نکته جالبش هم اینجا هستش که تو وقتی روی ماسک هم کلیک میکنم گزینه فدر رو نمیبینم که عددی براش تعریف شده باشه ولی وقتی که زوم میکنم میام جلو ببینم که خود در فوتوشاپ فتوشاپ برای اینکه مچ بکنه با تصویر من اومده یه قسمت هایی رو فدر کرده یعنی لبه ها رو فدر کرده که تصویر بتونه مچ بشه که خب حالا یه ای سری ایرادات خواهد داشت ولی ما باید حتما به این یک ادیتور اون قسمت رو در نظر بگیریم ایرادات رو از بین ببریم اولین ایرادی که میتونیم بهش اشاره بکنیم در اصل نویز ها هست این افزار پوتوشاپ عکسی که برای ما می سازه واسه بود از هوش مصنوعیش خیلی فلت و یک دست و نرم هستش اما تصویر ما نویز و ما به عنوان ادیتور باید اینو در نظر بگیریم که اگه میخوایم کارمون خیلی طبیعی تر بشه باید حتما حتما خودمون بهش نویز اضافه بکنیم که حالا اینجا تکنیک های مختلفی وجود داره تو این ویدیو نمیخوام صحبت بکنم ولی در آینده در موردش کاملا صحبت میکنم که چجوری میشونیم این کار رو انجام بدیم که کاملا مچ بشه یه چند تا جای دیگر هم با هم بررسی بکنیم خب یه سری رسمت ها هستش که دوستانی که ادیت محصول انجام دادن کاملا میدونن که کسیف بودن محصول گرد و ها یکی از بخش های واقعا خسته کننده هستش که بخوایم اینا رو از بین ببریم و ترتمیز حالا اینجا نیو تو این عکس من تمام کردم که تمیز بشه البته این به هم ریختگی که شما اینجا دارید میبینید و مخصوصا گذاشتم چون این نشون دهنده متریال و جنس اون محصول هستش ولی این قسمت رو خیلی تمیز صاف شده خب با سواد هست میشه راحت این کار انجام ده فقط کافیه که یه قسمتی رو بهش معرفی بکنم حالا چیکار میکنم؟ اول از همه میام این لبه وسط رو بهش معرفی میکنم دقیقا به این صورت. و نکته مهمتر حتما روی لایه بک‌گراندتون کلیک بکنید انتخاب باشه و بعد دستور موش مصنوعی صادر بپارید که این قسمت رو برای شما از بین ببره جنریتو میزنم و منتظر میشیم خب نتیجه رو با هم ببینیم میتونیم یکی از اینا رو انتخاب بکنیم ببینید خط وسط رو تمیز کردم یه خاموش روشن کنم کاملا متوجه میشید ببینید کاملا تمیز و حالا میرم قسمت های دیگه اما یه نکته خیلی مهم وجود داره این هوشمندی که بهتون گفتم دقیقا اینجاست خیلی دوستان میان ادامه کارشون رو باز انجام میدن یعنی میان با سرکت میکنن و جنریتور رو میزنن و بهش میگن که این کار انجام بده اما من پیشنادی که بهتون دارم اینه که هر از یه قسمت هایی که دیدید خوب ممکنه روی هم اوورلپ بشن و مرج بگیرید و لایه هاتون یکی بود کنترل آلت شیفت ای رو میذارم یک مرج کلی میگیرم و از این لایه شروع میکنم قسمت های دیگر رو به افزار فوتوشاپ معرفی کردن مثلا میام این قسمت رو در نظر میگیرن میخوام این دونه ها رو از بین ببره یا این لکه رو از بین ببره این من پین کردم و قسمت بالا همش میره اونجا ببینیم نتیجه میشه خب چند تا نتیجه به ما داد یکی اینه یکی اینه و یکی هم اینه که خب من ترجیح می‌دم این نتیجه رو داشته باشم چند تا لکه وجود داره که اینا رو با تکنیک های دیگه خیلی راحت میتونم از بین ببرم و این حاصل کار من هستش توی فکر میکنم ده دقیقه یک رو خیلی کار من راحت تر کردش و اگه بخواستم وقت بذارم با استفاده از سری تکنیک ها تو فوتوشاپ اون دونه ها رو از بین ببرم اون پلاستیک رو بازسازی بکنم بسازم خیلی زمان میبرد ولی ای آی اینجا به من کمک کردش یادمه که زمانی که گوش مسین اصلا فتوشاپ معرفی شد خیلی گفتن که خب دیگه آدم های عادی میتونن ازش استفاده بکنن و ممکنه که ادیتورها بیکار بشن در صورتی که هر چیزی نیستش استفاده کردن از خوش مصنوعی خودش یک تخصص هست و باید تجربه داشته باشی. پس بنابراین کسی که نرم افزار خودش رو بلد نمیتونه از هوش مصنوعیش هم درست استفاده کنه. مرسی که تا از ویدیو همراه من بودید. اه... نمیدونم میدونید یا نه؟ خب من ایران نیستم و خارج از ایران هستم داستان های خیلی جالبی هم دارم در این مورد میتونم کم کم براتون ویدیو بسازم و توضیح بدم که کار در خارج از ایران به چه شکل هست یک اکاس و یک ادیتور چه کارهایی باید انجام بده و چه جوری باید برای خودش کار پیدا بکن یه ویدیو دیگه هم دارم درست میکنم اگه تا این لحظه ویدیو همراه من اومدید یه ویدیو دیگه هم دارم درست کنم در رابطه با شبکه کسب و کار بدون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو هم حتما توی کانال یوتیوب هم حالا ممکنه چند روز دیگه بعد از این ویدیو آپلود بشه ببینید که شبکه سازی چقدر میتونه کمک بکنه توی کسب و کارمون و خودمون رو معرفی بکنیم به افرادی که از خارج از ایران هستن و میخوان همون کار بکنن خیلی مخلصیم به سمیشه گنگو شیشه دم رو به سنگ هفت رنگش میشه 70 دلستون شاد باشه و لبتون خندون تا درود دیگه بترود